در تاجیکستان جوابگری علیه تروریسم و اکستریمیسم را سخت کردند. پرونده عمر علی نظروف که از طرف پلیس روسیه کشته شده بود قطع گردید. در روسیه ساکن تاجیکستان را برای نشر در سامانه ادناکلاسنیکی محکوم نمودند. 19 اکتبر سال 2016 مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان با کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان در آوردن اصلاحات ها را تصدیق کرد. در این اصلاحات شدیدی جوابگری جنایی علیه تروریسم و اکستریمیسم و اینچنین جوابگری جنایی علیه جنایت های مالیوی را سبک کردن است. جانشین یکمی پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان حاتم نظرزاده قید کرده میگوید که این اصلاحات ها برای سخت‌تر نمودن جوابگری جنایتی علیه تروریسم و اکستریمیسم، خیانت به دولت، اشتراک در گروه های مسلحانه غیرقانونی، سفیدکنی تروریسم و اکستریمیسم با واسطه وسایل اخباری عامه نگرانیده شده است. مشاهدان قید کرده میگویند که امروز در تاجیکستان همه حرکت ها و گروه های اسلامی با یک آواز تروریستی و یا اکستریمیستی به حساب می روند، گرچند که فعالیت آنها گوناگون می باشد. کمیته تفتیشاتی فدراسیون روسیه پرونده جنایی را آید به مرگ ساکن جمهوری تاجیکستان عمر علی نظروف که طفل 5 ماه بود از روی نبودن دلیل قطع کرد. در اینجا یادآور کردن لازم است که سنه 13 اکتبر سال 2015 در نتیجه بازداشت پدر و مادر عمر علی نظروف از طرف پلیس روسیه با بهانه نبودن حجت به قیدگیری مادر عمر علی در حدود فدراسیون روسیه او را از مادرش جدا کردند. 14 اکتبر عمر علی از دنیا چشم پوشید. سال گذشته پرونده جنایی آید به کشتار آغاز شده بود. سنه 20 اکتبر سال 2016 در سامانه کمیته تفتیشاتی سنگ پیتربورگ مکتوب پیدا گردید که در آن از جمله گفته می شود. کمیته تفتیشاتی روسیه در حرکت های پلیس که علامت های سوء استفاده از وکالت را پیدا نکرد. از این روی پرونده جنایی که پیشتر آغاز گردیده بود قطع می گردد. بنابراین خلق روسیه کرد و کاری ساختارهای قدرتی را زیر تنقید قرار دادند با سبب قاتلی یکی از کارکنان ساختارهای قدرت، اما این تنقیدها تأثیری نگذاشت تا اینکه تفتیشات با طرز خالصانه گذرد. باید قید کرد که پرزیدنت تاجیکستان رحمان تفتیشات این حادثه را شخصا به ذمه خود گرفته بود و وعده داده بود که قاتل جزاش را خواهد گرفت، ولی با مرور زمان شاهدان گشتیم که این وعده ها در نگ زبان بوده است خلاص. امروز ها باز شاهد آن گشتیم که روسیه لخته که خود ظالم رحمان را پسند نمی کند، چون که بعضی حربی روسیه رژیم تابع ظالم رحمان را حمایه می کند. محکمه روسیه ساکن تاجیکستان خالد فاتح را با ماده دعوت عمومی برای فعالیت تروریستی و سفیدکنی تروریسم عیبدار دانست و او را 2 سال از آزادی محروم کرد. چخیلی که دادستان منطقه خبر می دهد، خالد فاتح سال 2012 به روسیه آمده اجازت استقامت گرفته در یکی از محله ولایت ولادیمیروفسک زیسته است. سپس با دسترسی اینترنت در سامانه اجتماعی ادناکلاسنیکی صحیفه کشوده، گویا در آنجا نواری را که به فعالیت تروریستی ترغیب می نمود نشر کرده است. در خلاصه کارشناسان گفته شده است که در نوار تبلیغات به هلاکت رساندن غیر مسلمانان جا داشته است، ابراز داشتن در دادستان. باید قید کرد که سالهای آخیر در روسیه برای نشر در سامانه‌های اجتماعی صدها مسلمانان روسیه و دیگر کشورها محکوم شدند.